خب سلام، سلام، من بولجادی هم از بولجادی.net. داریم سری برنامه نویسی معقول رو پیش میریم، یا درک برنامه نویسی. کلام هم مال آلمان شرقیه به شیوه نیرو دریایی. خب تا کجا پیش رفته بودیم؟ اولا از آلمان برگشتم تهران. کاری که کرده بودیم این بود که فانکشن ها رو فهمیده بودیم، یه چیزای کلی از برنامه نویسی فهمیده بودیم و داشتیم پیش می رفتیم. یه بار شروع کردم ضبط کردن، این خراب شد وسطش، در واقع دیسک پر شد و داستان شد. خب بزنیم یه خودم بزرگش کنم که راحت باشیم. چیز رو باز کردم، اتم رو باز کردم با من ادیتور. می خواهم یه برنامه بنویسم، برنامه استانداردی که همه می نویسم، که اعداد اول یک تا هزار رو نشون بده. من وقتی یه برنامه میخوام بنویسم، تو این سری داریم سعی میکنیم بفهمیم چه جوری برنامه رو مینویسیم، در این حال تکنیکا چی هن، در این حال دانشی به جز اون برنامه نویسی پیوری که لازم داریم چی. حالا بیشتر در موردش حرف میزن. یه اصطلاحی داریم میگیم همیشه برنامه خوبه بزرگ، برنامه کوچیکی بوده که کار میکرده یه زمانی. یه برنامه گنده ننویسیم بعدی کار نمیکنه، استرس بگیر. قدم به قدم و با حوصله. عدد اول رو میخوام پیدا کنم یک تا هزار. خب اولین سوال اینه که اصلا میدونم عدد اول چیه یا نه. عدد اول عددیه که به جز یک و خودش به هیچی به طور کامل بخش پذیر نیست. یعنی اینکه مثلا اگر میگم ده، ده اول نیست، چون ده به جز ده تقسیم بر یک که میشه ده و ده تقسیم بر ده که میشه یک، مثلا به پنج هم قابل تقسیمه که میشه دو. ولی اگر میشد دو ممیز یه چیزی دقیق نبود، یعنی این که در واقع نظر تکنیکی، یعنی این که ده مساوی دوی ضرب در پنج، پس ده اول نیست چون شامل دوی و پنج. خب در واقع کافیه من یه عدد رو در نظر بگیرم، از یک تا خودش به همه چیز تقسیمش کنم، اگر باقی موندهش اشار نداشت تو همه اینها، یعنی این که به جز خودش و یک، یعنی این که اول است. آتی شد ساده تر میکنیمش، اصلا یک و خودش رو بیخیال بشیم. اگه شما یه عدد در نظر بگیرید، مثلا n مساویه میخواییم 8 رو تست کنیم، اگر از 1 تا 8 به جز 1 و 8 به چیزی بخش پذیر بود به طور کامل، یعنی اول نیست. کارمون رو آسون کنیم به عنوان برنامه نویس، در واقع شما مسئله رو میشکنیم به یه مسئله قابل حل آسون. اگه من بخوام این رو بنویسم، میگم که اگر از 2 تا 7 به یه چیزی به طور کامل بخش پذیر شد، یعنی عدد اول نیست. خب بیاین تست کنیم. میگم 4، یه در واقع ایده من اینه که یه متغیر مثل i در نظر بگیرم، اول باشه 1، بعد 2، بعد 3، بعد 4، نه اول 2، بعد 3، بعد 4، بعد 5، بعد 6، بعد 7. یکی یکی عددم که n هست رو بر این تقسیم کنم، اگر اشار نداشت بگم که این در واقع عدد، اگر تو همش اشار نداشت، عدد اوله. تقسیم کنم. در واقع کار من اینه که این عدد رو به 2, 3, 4, 5, 6, 7 یکی یکی تقسیم کنم. اگر در یک مورد حتی اعشار وجود نداشت، یعنی کاملا تقسیم شد، یعنی این عدد اول نیست. خب بیاییم تست کنیم. فقط رو 8 تست میکنم. برنامه بزرگی که کار میکنه، یه زمانی برنامه کوچیکی بوده که کار میکنه. For i این رنج، اینم پاک کنیم، برنامه خیلی ساده می نویسیم، فقط برای 8 کار میکنه. 2 تا 8، اینو یادتونه. آیا این درسته؟ 1, 2, 3, 4 قرار شد بزنیم. پرینت کن آی رو، ببینیم مثلا این درست کار میکنه یا نه. توی temp به اسم اول py ذخیرش میکنم. این چیه؟ view، میگم 3view هم نمیخوام. بیایم اینجا cd temp python اول py رو ران کن. دقیقا 2 تا 7 رو به من داده. حالا کافیه هر دفعه تقسیم کنم، یعنی به جای اینکه ازدار پرینت کنم بگم که اگر 8 تقسیم بر i بگم کنیم، بزنیم بنویسیمش. اصلا قراره که برنامه رو قدم به قدم تست کنیم. خیلی واقعا برنامه شون اینجوری میبیسن، حالا عدد اول و نه، ولی خیلی از چیزها رو قدم به قدم تست میکنم. الان در واقع خارج تقسیمش رو نوشته. دیدیم ما همینجا یه باگ رو فهمیدیم. تو پایتون اگر دو تا عدد
صحیح رو به هم تقسیم کنیم جواب صحیحه. یعنی اگر 3 به عنوان عدد صحیح تقسیم بر 2 جواب صحیحه. اگر میخوام اشارش رو ببینم باید 3 تقسیم بر 2 ممیز 0 کنم. در واقع وقتی دو تا عدد اینتجر، دو تا عدد صحیح به هم تقسیم میشن، خروجی هم یه عدد صحیح از همون شکله. درنچه اشارش رو بیخیال میشه. دیدین چه بامزه اینجا باگ رو دیدیم؟ در واقع من میخوام ببینم که بذاریم از این بیام بیرون. در واقع تقسیمه اینجوری شد، عدد صحیح به من میداد. من میخوام اینو ببینم و 8 ضرب در 1 ممیز 0 اشاریش کردم تقسیم بر آی، عدد اشاری تقسیم بر عدد صحیح، جوابش میشه عدد اشاری. گیجتون که نکردم، اول دارم تقسیم بر این میبینم بعد تقسیم بر. اگه این بدبختی ها رو نخوام میتونم اصولا از یه اپراتور استفاده کنم. 8 درصد آی چیکار میکنه؟ بذار ببینیم. پایتون 8 درصد 1 باقی موندهش به این رو میده. 8 تقسیم بر 2 باقی موندهش هنوز صفره چون میشه 4 دقیق. ولی مثلا 8 تقسیم بر 3 باقی موندهش 2ه. چون که 2 ستا میشه 6 تا، باقی موندهش 2ه. در نتیجه من اگر یه چیزی باقی موندهش 0 بود، یعنی این عدد اول نیست. درسته؟ print اول نیست. عدد دارم بنویسیم دیگه. در واقع دیگه میخواد داریم 8 رو تست میکنیم. خب 8 اول نیست. دو بارم کشف کرده که اول نیست. حتی میتونم بگم به خاطر آی اول نیست. 8 به خاطر 2 و 4 اول نیست. با حال دیگه من میتونم به جای اینکه رو 8 کار کنم روی عدد عمومی کار کنم. یعنی بگم n مساوی 8 بعد بگم رو n کار کن به جای اینکه رو 8 کار کنی. متغیره دیگه. در واقع میگم n مساوی 8 از 2 تا n بشمور که در واقع میدونیم تا n منفی 1 میشموره. اگر به یکی از اونا تقسیم شد بگو به خاطر اون اول نیست. در شما میتونم یه هر چیز رو سرچ کنم. مثلا اگه بزنم 11 نمی نویسه اول نیست. اگه بزنم 12 میگه به خاطر اینا اول نیست. ولی من نمیخوام 10 دفعه بنویسه. پس بیاین یک کاری بکنیم. اول که کارو شروع میکنیم اول رو مساوی ترو قرار بدیم. متغیرها میتونن ترو و فالس باشن. یه جور متغیر میشه که یا درسته یا غلطه. من میگم اول مساوی تروه. فرض میکنم که اوله. اگر تو یکیش تقسیم شد اول رو بکن فالس. بالتر نشد. در واقع من گفتم که هر عددی رو من اول تصور میکنم اوله، بعد از یکی یکی شروع میکنم، از 2, 3, 4 تا به اون عدد برسم یکی کمترش چک میکنم، اگر تقسیم شد اول رو برابر فالس قرار میدم. بعد این آخر مینویسم if اول بود print کن it is prime. خودم با کلاس بشه به انگلیسی میشه else در غیر این صورت print کن not prime. وقتی میگم if یه چیزی دو نقطه این اتفاق بیفته میتونم بگم else این اتفاق بیفته. پس در واقع من الان میتونم 12 رو گفت not prime. بذارین 17 رو چک کنم. 17 میگه it is prime. در واقع من تونستم یه برنامه بنویسم که عدد اول رو چک میکنه. میریم ویدیوی بعدی برای اینکه طولانیش نکنیم اینو تبدیل میکنیم به یه تابع و روی یه کلمه عدد تستش میکنیم.